امروز مقر فرماندهی نیروی دریایی میزبان امیر سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش بود. آن هم برای رونمایی از دستاوردهای جدید نیروی دریایی. اولین دستاورد رونمایی شده سامانی بود که معروف به سامانی چشم عقاب. هر سمت 90 درجه رو پوشش میده و این باعث میشه که به صورت همزمان اطلاعات اهداف را از هر چهار سمت بگیره. در واقع این سامانی بومی اطلاعات بیش از 100 هدف را در اطراف شناورهای خودی شناسایی میکنند. هر کدوم از این سلول‌ها یک رادار کامله و این هست که بسیار اهمیت داره و شما میتونید از توانمندی این رادار استفاده کنید. دومین دستاورد رونمایی شده پهپاد دریا پیلیکان بود. پهپاد به صورت عمود از روی دکناف بلند میشه، بعد تغییر فاز میده، از عمود به کروز ماموریت انجام میده و بعد در همون حالت یک لندینگ روی دک شناور خواهد داشت. موفقیت بعدی متخصصان نیروی دریایی ارتش ساخت هدف کاذب اژدر است. خودش به عنوان زیردری معرفی میکنه که نیازی نباشه ما در تست هامون از زیردری واقعی استفاده کنیم و ریسک رو بسیار پایین، ریسک و هزینه رو بسیار پایین میاره. رئیس سازمان جهاد خودکفایی نیروی دریایی هم از رونمایی دستاوردهای دیگری نیرو در آینده نزدیک خبر داد. سامانه های راداری جدید هستش با قابلیت در حقیقت مقابله با تهدیدات جدید و فناوری های روز دنیا. فرمانده نیروی دریایی هم از خودکفایی این نیرو صحبت کرد. این نشان میدهد که نسل انقلاب موقعی که به پا بخیزه هیچ تحریمی برای اون اثرگذار نیست. فرمانده محترم ناوگروه 57 خدیج عدن. اما در حاشیه مراسم ارتباط تصویری هم با ناو ایرانی مستقر در خلیج عدن برقرار شد. ما مفتخریم که پرچم عزیز کشور ما را در آبهای دوردست و در شمال اقیانوس هند به اهتزاز درآوردیم. تمامی این طرح‌های رونمایی شده به زودی به تولید انبوه خواهد رسید. نیروی دریایی میگه برای ساخت این تجهیزات صدها نفر از تحصیل کردگان دانشگاه علوم دریایی و همچنین دیگر دانشگاه‌ها پای کار بودند. علاوه زمانی هم بین 1 تا 5 سال هم وقت صرف شده تا این دستاوردها به دست. از جنس اقتدار و خودکفایی. در نمایشگاه دستاوردهای فنی و مهندسی نیروی دریایی ارتش، انواع سامانه‌های راداری و کنترل آتش، تجهیزات ارتباطی، سامانه‌های جنگ‌های الکترونیک نمایش داده شده است. پهپادی که همکاران من در مجموعه سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی دریایی روش کار کردند و قریب 1 سال بواسطه طراحی و سیستم‌های کنترلیش به طول انجامیده و امروز شاهد مدلی از این پهپاد هستید. یک پهپاد عمود پرواز هستش، قابلیت نشست و برخاست به صورت عمودی روی یگان شناور و انجام ماموریت‌هایی که بهش مؤول میشه رو داره. قطعات ساخته شده انواع سطحی و زیر سطحی و شبیه ساز تاکتیکی جنگی هم گوشه دیگر از توانمندی های نیروی دریایی بود. در این نمایشگاه با استفاده از ادوات بومی با ناوشکن شهید نقدی که در حال مأموریت بود هم ارتباط برقرار شد. یک روزی ما در کمترین فاصله از مرزهامون در دریای عمان ارتباط نداشتیم با شناورمون. خیلی هم دور نیست این زمانی که عرض میکنم. برای شما امروز میبینید که در لایه‌های مختلف ما موفق شدیم ارتباطمون رو با ناوهامون در اقصا نقاط دریای آزاد برقرار بکنیم. امروز قادر هستیم تمام آن چیزی رو که در مجموعه نیروی دریایی برای دفاع از تمامیت آب‌های تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران و منافع کشور در دریا نیاز داریم به طور کامل بومی در داخل کشور بسازیم. محصولات این نمایشگاه به دست متخصصان جهاد خودکفایی نیروی دریایی ارتش، مراکز دانشگاهی و شرکت‌های دانش‌بنیان ساخته شده. علاقمندان برای بازدید از این نمایشگاه میتونن تا پایان سال به نیروی دریایی ارتش مراجعه کنند.